ایستاده مرد. نوید گفت وقتی فریاد دادخواهی هم به جایی نرسید فهمیدم دنبال یک گردن برای تنابشان میگردم. نوید عزیز، نوید قهرمان، من هم روزهایی را در افق میبینم که مردم با تنابها به دنبال گردنشان میگردند. قهرمانان به مانند تو ایستاده میمیرند. نوید، تو در زندگی خود بزرگترین ضربه ممکن را به آخوندها زدی، چون صدای وجدان خاموش جهانی را پس از مرگت حالا ما به گوش می شنویم و مدال طلا را روی سکوی قهرمانی بر سینه‌ات می بینیم. عزیز نوید گرامی، پیروزی تو عزیز را از صمیم قلب شاد باش می گویم. مرسی نوید همیشه قهرمان. خانم ها و آقایان، نوید اعدام شد. بعضی از انسان ها حتی برای لحظاتی، برای روزهایی اثری از خودشون به جا میذارند که برای همیشه این اثر در زندگی انسان ها جاودان میمونه. و کاری که نوید در چند ماه آخر عمرش کرد به اعتقاد من که از روز نخست بر سر کار آمدن آخوندها تمام رویدادها رو تعقیب میکنم، هیچ انسان ایرانی تا به حال ضربه ای که نوید به آخوندها زده تا حالا نزده. ما در طول این 40 سال گذشته چندین مبارزه خونین با آخوندها داشتیم که به ظاهر در همه اونها شکست خوردیم، اصلا در دو حادثه آخر. در حادثه آخر به گفته شاید 1500 قربانی دادیم. 1500 نفر رو وحشیانه به مانند نوید کشتن. اما سر صدایی که نوید، اعدام نوید در دنیا به پا کرده، تا به حال هیچ کدام از این قهرمانان ملی 40 سال اخیر ما در مبارزه با آخوندها این افتخار تا این حد نصیبشون نشده. من اگر بخوام بررسی کنم که چه اتفاقاتی تونست ضربه های هولناک به حکومت آخوندی در ایران بزنه، در واقع شاید اون دختره که بیگناهی که در تظاهرات 8 سال پیش گلوله به قلبش خورد، ندا آقا سلطان، این اولین قربانی بود که دنیا رو تکون داد. اما آیا میتونیم اون رو با حادثه‌ای که برای نوید پیش اومد مقایسه کنیم؟ در نهایت این مقایسه مشکله. چرا؟ چون آخرالامر به اینجا میرسیم که ندا آقا سلطان رو به اساس یه گلوله‌ای که از غیب اومد، که درسته که از طرف حکومت آخوندی به قلب شلیک شد، اما در واقع ناگهانی بود. قضیه این نوید فرق کرد، چون دنیا متوجه شد که این قهرمان، این پهلوان، این ورزشکار بیگناهه و همه دنیا علم مخالفت با اعدام نوید رو بلند کردند، به طوری که جمهوری اسلامی، حکومت آخوندها چاره‌ای نداشتن. وقتی که حتی ترامپ رئیس جمهور آمریکا تقاضای بخشش یا آزادی یا اینکه عدم اعدام نوید رو کرد، مشخص بود که جمهوری اسلامی چاره‌ای جز اعدام نوید نداره. نوید در واقع با خودش یه قمار بزرگی کرد. اون برای که صدای دادخواهی خودش به گوش جهانیان برسونه، حاضرش با تمام قول و قرارهایی که رژیم بهش داده بود که تو اعتراف بکنی و اگر بگی که من کشتم و و و، برادران از خطر رهایی پیدا میکنن و تو هم به قصاص محکوم میشی و به اصطلاح اولیاء دم هم تو رو میبخشن و آزاد میشی و 8 سال زندان میگیری میری، به شرط که همه رو به گردن بگیری.
اما اون اومد قهرمانانه رفتار کرد و بی عدالتی و فساد قوه قضاییه دنیا را آگاه کرد، به طور که الان پس از برگش، پس از اعدامش، واقعا برای نخستین باره، یادتون باشه در چند شب در سال 62 خمینی دستور داد 3800 نفر توش چند شب، یک دو سه شب اعدام کردن، اما صدای کسی آنچنان در دنیا در نیامد. گفتم که آخرین تظاهرات 1500 نفر کشته شد، آنقدر که کشتن و اعدام نوید دنیا رو تکون داده، اون 1500 تا نداد. یک حادثه عجیب و یک اتفاق عجیب و غریب رخ داده و من تمام این داستان رو بر میذارم به حساب باهوشی و فراست و کیاست نوید افکاری. نوید اعدام کردن، اما افکار که نمیشه اعدامش کرد، ما افکار بخوان چکار کنن؟ به قول نوشابه امیری، نوید به اون چیز که میخواست رسید به نظر من. نوید قید جونش زده بود، وقتی قبول کرد که اعتراف بکنه تقریبا درصد این که میتونست زنده بمونه 50-50 بود، چون بهش قول داده بودن که به گردن بگیر و بقیه مسئله ما درست میکنیم. اما در میانه راه نوید فهمید که باید چیکار بکنه، فهمید که میتونه با جون خودش جون هزاران نفر رو در آینده خیلی نزدیکی از مهلکه مرگ نجات بده و جون یک ملتی رو ممکنه از دست قاتلان آخوندی مملکت نجات بده. با شهامت و مردانگی تا آخرین لحظه فریاد زد که این قوه قضاییه قوه قضاییه نیست، اینجا حق و حقوق انسانها رعایت نمیشه، اینجا چیزی مفهوم به نام عدالت شما سراغ پیدا نمی کنید. در واقع نوید رو کشتند، اما صدای نوید برای همیشه مونده، اونجایی که گفت اینها دنبال گردنی برای تنابشان می گردند. خیلی قشنگ صحبت می کرد، یه کشتیگیره که در واقع بچه یکی از روستاهای شیراز بود، استان فارس بوده، خیلی قشنگ صحبت میکرد، اثرگذار صحبت میکرد. یه روز داشتم صحبتاشو میشنیدم که گفتش که من این همه عرقی که روی دوشک کشتی ریختم برای اینکه به درجه عالی پهلوانی برسم، حالا به جایی رسیدم که من قاتل اعلام میکنم، پهلوان قاتل نمیشه. نه نوید جان، تو عرقاتو بی خود روی دوشک نریختی، تو به درجه پهلوانی رسیدی، تو به اوج پهلوانی رسیدی، تو فرزند ایرانی. حسرت میخورد، بغض کرده بود که من پهلوان رو آخر میخوام به اسم قاتل اعدام بکنم. نه من پهلوان، منی که میخواستم پهلوان بشم، منی که کارگری بودم از 25 سالگی، همه فشار خانواده رو دوشم بود و سعی میکردم که زندگی خوبی برای خانواده و مثلا مادرم تهیه کنم، پدرم تهیه کنم، نمیدونستم که آخر میخوام به اتهام قتل من اعدام بکنند. هفته پیش یک مصاحبه شما آقای هوشنگ اسدی، کسی که در قبل از انقلاب و بعد از انقلاب زندانی بوده، 3 سال قبل از انقلاب، 6 سال بعد از انقلاب و مدتی 3 ماهش با آقای خامنه‌ای همسلول بوده، صحبت کردم. دقیقا صحبتهایی که میکرد هفته پیش عجیب و غریب بود، که میگفت سناریو برات درست میکنن که بیای اعتراف بکنی که چجوری جرم مرتکب شدی، یا جاسوس، یا میگن آدم کشتی، میگه قشنگ برات انقدر سخت فشار قرار میدن که چاره نداری. و اون داستان از کتف آویزون کردن رو که هفته پیش هوشنگ اسدی گفت، درست تو صحبتاش آقای نوید افکاری همینا رو اشاره کرد که ساعتها منو از کتف آویزون کرده بودن و کتفم شکست، و خبر آخر این که در واقع میگن که برای یک لحظه فقط جنازه رو، کفن و صورتش رو برای مادرش
و فامیلیش باز کردن، همین نفر از افراد فامیلیش بودن و اونهایی که دیدن میگن که دماغ یا بینی نوید افکاری رو شکسته بودند. خب شایعه زیاد در پیرامون این مسئله است که اصلا ممکنه نوید به اعدام نرسیده، یعنی انقدر زدندش زیر شکنجه که فوت کرده و جریان اعدام در واقع یک مسئله مصلحتی است، چون قرار نبوده به این صورت اعدامش بکنن. یا آقای از جعفری از نزدیکان فامیل نوید افکاری و تعریف میکنه و میگه که ما تو هواپیما بودیم که بریم با خانواده مقتول صحبت بکنیم برای قصاص که رضایتشون جلب، چون تعدادی از انسان دوستان استان فارس پول داده بودن، قول داده بودن که پول بدم این به خانواده که این قصاص رو در واقع پس بگیرن. بنابراین به نظر میرسه که نامه ها و نوارهای صوتی که افکاری به بیرون داده باعث خشم جنایتکارا و شکنجهگران آخوندی شده و چنان بلای سرش آوردن که زیر شکنجه مرده. چون معمولا قرار بر این کسایی که من قصاص بشن خانوادهشون حق دارن که قبل از قصاص اونها رو ببینن برای آخرین بار، که اینو نذاشتن و سابقه نشد در طول 40 سال گذشته که جمهوری اسلامی در ماه محرم که میگن ماه محرم الحرام، ماه حرامیست، کسی رو اعدام بکنه. من اینو کردن به نظر میرسه که زیر شکنجه مرده. خیلی دارم بخواست که امروز با آقای هوشنگ اسدی صحبت کنیم که دقیقا جزئیات چنین به اصطلاح قتل‌هایی رو، چنین شکنجه‌هایی رو دقیقا برای ما توضیح بده. هفته گذشته گفتن و ما فکر کردیم که مسئله سرسری ازش گذشتیم، نمی‌دونیم که هفته بعدش همین داستان از زبان نوید افکاری در بیاد. بنابراین میریم پاریس، سعی کردیم و سعی داریم میکنیم که آقای هوشنگ اسدی رو توسط تصویر ویدیو بیاریمشون روی صفحه، اما اگر نشد حداقل فکر میکنم که میتونیم صدای هوشنگ اسدی رو از پاریس بشنویم. آقای مهندس سپهر عزیز چند تا آگهی پخش کنیم ببینیم میتونیم آقای اسدی رو بیاریم یا نه. خیلی از شما ممنونم. یک وکیل یک ایالت. دکتر مونا دلدار، وکیل تصادفات، با سابقه دریافت میلیون ها دلار خسارت از شرکت های بیمه در 15 سال گذشته. حضور وکلا و کادر ورزیده دفتر دکتر مونا دلدار به دنبال تصادف در بیمارستان، منزل و یا محل کار شما. همکاری با پزشکان حاذق و کارشناسان امور تصادفات. تا حق قانونی شما گرفته نشود وشی پرداخت نخواهید کرد. بعد از تصادف فقط جزئیات آن را با ما در میان بگذارید. 844-688-9740. کافه قنادی بیژن. بیژن حرف آخر در ارائه بهترین شیرین‌های ایرانی و اروپایی، بستنی و پالوده، زیباترین و خوشمزه‌ترین کیک‌های عروسی و تولد. انواع ساندویچ‌های گرم و سرد ایرانی. بیژن در محوطه هتل فرمانت سن‌حوزه در شماره 170 جنوب خیابان مارکت. تلفن کد 408-971-8000. شیرین‌های بیژن همتا ندارد. اگر به دنبال غذایی ساده، خوشمزه، آسان و خانگی هستید، کتلت صدف را انتخاب کنید. کتلت صدف با طعم و مزه عالی، چه سرد و چه گرم، با ظاهری ترد و در داخل نرم و خوشمزه. از امروز شما هم کتلت گوشت و مرغ صدف را نوشه جان کنید. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. خب با سلام مجدد برمیگردم به خانه های پر از عشق و محبت و صفا و پاکی و یکرنگی شما خانم و آقای ایرانی، هموطن بسیار بسیار عزیز و گرامی. خوشبختانه تونستیم آقای هوشنگ اسدی رو در آخرین لحظه تصویرشون رو داشته باشیم و الان در خدمتش هستیم. ایشون در
پاریس هستم که حدود فکر میکنم ساعت 11 و ربع یا 20 دقیقه شبه. سلام از کلمه هوشنگ هستید. سلام آقای دلدار عزیز، تصویر شما رو من ندارم. آقای صدای منه که میشنوید نه؟ بله بله بله. خیلی خب، همون صدای منه بشنوید کافیه. خب نمیشه بدون من دلم میخواد آقای اسدی شما دقیقاً توضیح بده که این آقای نوید افکاری قهرمان پسر ملت ایران فرزند غیور ملت ایران صحبت میکرد که در اون فایل صوتی که بیرون داده بود میگه من رو آویزون کرده بودن، شکنجه دادن و زیر مشت و لگد گرفتن و کتفم شکست و چاره دیگه نداشتم جز اینکه هر چی اینا میگن من قبول کنم و اعتراف کنم. هفته پیش شما در واقع چنین سناریوی رو خلاصش فرمودید. میتونید مجسم بکنید که الان چه اتفاقی افتاد که در واقع سبب شد که به این سرعت بگن که آقای نوید افکاری هم اعدام کردید، قاضی شکنجه فوت کرد، مراحلش چی بوده، چه جوریه؟ ببخشید سوالتون چی بود از من؟ خب مشکل مثل این که صدا داریم آقای سپهر. آقای هوشنگ اسدی سوال من اینه که آقای نوید افکاری میگن که من یا میگفتن که من زیر فشار شکنجه مجبور به یک اعترافات کسب شدم، مجبورم کردن، منو ساعتها آویزون کردن، چندین نفر منو کتک میزدن و حتی کتف من شکست و من چاره ای نداشتم، روی صورت من، روی سر من کیسه نایلونی میکشیدن، تقریبا چندین بار احساس کردم دارم خفه میشم و چاره ای نبود جز اینکه هر چی که اونا میخوان من بنویسم بگم چشم. میتونم از تو خواهش کنم توضیح بده که این مراحل به چه شکلیه، به چه صورتی؟ اون دفعه گفتید قبل از که نوید بگی شما گفتید، حالا میخوام دقیقا جزئیات چه بفرمایید. بله ستار عزیزم، به قول سیاوش کسرایی شاعر نامدار ایران، هر شب ستاره‌ای به زمین میکشند و باز این آسمان غمزده غرق ستاره هاست. این داستانی که نوید عزیز قهرمان جدید ملی ما تعریف کرده داستان جدید نیست، تازه از زبان یک جهان پهلوان واقعا که حالا زیر شکنجه یا اعدام جانشو گرفتن اینو میشنویم، ولی 40 سال همین سیستم ادامه داره و هر روز و هر روز بدتر میشه. منتها در سالهای گذشته، اون سالهایی که ما بودیم دهه خوفناک 60 و بعد گذشت، بعدها و بعدها خبرها بیرون نمی اومد و هم خوشبختانه الان اوضاع رسانه ها و وسایل جمعی جوریه که صدای نوید و ما همزمان میشنویم و دقیقا همون کارهایی رو که میکنن که با همه زندانیانی که میخوان اعتراف بگیرن انجام میدن. اول یک سناریو مینویسن، به نظر من این سناریو در مورد نوید و 30 نفر دیگه ای رو که میگن وکیل مدافعشون گفته در نوبت اعدام هستند، زیر اعدام هستند به قول معروف، نوشتن به این صورت که اینا آدم کشتن، عامل مخرب هستن، عامل بیگانگان هستن و میخواستن آشوب بزنن و میخواستن مملکت رو از بین ببرن و در واقع به قول اینها خرابکار و تروریستن و باید اینها رو اعدام کرد برای ترساندن جامعه. حالا اگر همشون رو نتونن اعدام کنن، چند نفر رو اعدام کنن برای اینکه جامعه بترسن و بدونن که هزینه داره اومدن توی خیابون و حتی اگر در سطح جهانی هم به این صورتی که راجب نوید دیدیم و واقعا بی سابقه بود هماهنگی و همدلی به وجود بیاد، باز هم اینا با نهایت بیرحمی اعدام رو اجرا خواهند کرد برای اینکه چاره ای ندارن. آقای دلدار، اینا به بنبست کامل رسیدن و باید بکشن و با هر قطره خونی که می‌ریزن خودشون رو حفظ کنن، ولی درس روزگار یاد نگرفتن که این خونها که به جوش بیاد دیگه به قول تظاهرات خیابانی توپ تانک مسلسل دیگر اثر ندارد.
نوید عزیز هم چیزهایی رو گفته که شکنجه‌ای رو گفته که 40 ساله انجام میشه و من یه بخشش رو دیشب گفتم و معلوم سیستم دستبند قپونی همطور که نوید گفته بعد زدنه بعد آویزون کردنه و و و ولی من فکر کنم که به جای اینکه مراحل شکنجه رو تیز کنیم اگه شما موافق باشید روی این بحث کنیم که چطور موجودی مثل آقای خامنه‌ای تبدیل به غولی میشه به غول وحشتناکی میشه که نماد مرگ و ویرانیه و این کاریکاتورهایی که الان بچه‌ها کشیدن بچه‌های ایرانی کشیدن همه جا یک موجودی رو نشون میده که تو ذهنش تناب دار هست. این به نظر من شاید جالبتر باشه. البته هر چی شما بفرمایید من انجام میدم. شما سه ماه با آقای خامنه‌ای در زیر یه سقف زندگی کردید، برها تختاتون نزدیک هم بوده، یه سلول چند متری بیشتر نبوده و اون دفعه که با هم دیگه صحبت می‌کردیم میگفتید که این یه آدم مهربانی بود، نمیدونم تا حدودی به ادبیات فارسی به ادبیات ایران آشنایی داشت و آدم تمیزی بود. اینا رو از قول جناب علی همه اینا رو دارم میگم. چی شد که این حالا اینجوری آدم کش شده؟ چی شد که اصلا عشق میکنه، لذتش اینه، اصلا لجاجتش با انسان اینه که بکشتش؟ اصلا من باورم نمیشه. اصلا خب معمولا قرار به یه روحانی باشه، آره در قدرت هم هست، نمیدونم در همه چیز هم هست، تو چجوری با یه بچه با یه جوان 27 ساله که مادرش پدرش زجه میزنن اینقدر کینه نشون میدی، اینقدر لجاجت؟ آخه مثل که متوجه نیستی بابا توی مملکتی دستته، با یه بچه چرا در میفتی؟ با یه جوونی که واقعا کارگره چرا در میفتی؟ چرا میخوای اینه بکشی؟ چرا میکشی؟ به تمام دنیا این آقای خامنه دهنکجی کرد. آخه بابا همه دنیا که اشتباه نمیکنن آقای خامنه ای، نمیشه که همه دنیا اشتباه کنن شما اونجا با قوه قضاییه تو آقای رئیسی درست باشی. بله بفرمایید چی شد این آدم یک دفعه اینجوری خونخوار شده؟ یک آشمن، یه چهره معروف نازیه که همه دنیا میشناسنش که اعدام شد. این خب هزاران نفر رو خاکستر کرد، اصلا افتخار میکرد که سیستم اردوگاه رو درست کرده که میتونه خاکستر کنه. یک رمانی داره نویسنده فرانسوی که آقای احمد شاملو ترجمه کرده به نام روبر مر، نویسنده شه مترجم احمد شاملوه. رمان اینجوری شروع میشه که یک شاخه گل سرخ، یه بست دسته گل سرخ روی با میزه، یک لیوان شیشه و دو تا لیوان شراب روی میزه و داره آهنگ چهار فصل ویوالدی رو میزنه. یعنی یک فضای کاملا رمانتیک و عاشقانه. یه دستی میاد دو تا بطر شراب رو پر میکنه، دو تا بطر گیلاس شراب رو پر میکنه، همسر آشمنه و آشمن میاد لب پنجره رو با میکنه و هوا رو بو میکشه و این در حالی که چهار فصل ویوالدی هم زده میشه و زنش میاد میگه که این بو چیه؟ میگه بوی آدمایی که الان دارن میسوزن، بوی سوختنشونه. یعنی ببینید کاراکتر فردی افراد، یعنی کسی که شب با همسر شراب قرمز میخوره و دست گل داره تو خونه‌ش و ویوالدی گوش میده، تناقضی نداره با اینکه میلیون‌ها نفر رو هم از بین ببره. مسیر آقای خامنه‌ای هم مثل همه این جنایتکاران تاریخ از همین راه رفته که اونها هم رفتن. منتها آیشمن در دادگاه معروفش گفت من مأمور بودم انجام بدم این دستوراتو و آقای خامنه‌ای خودشون آمرن، یعنی این سیستم رو درست کردن و این بنا رو ریختن. من اگر خیلی خوشبینانه به قضیه نگاه بکنم و ببینم که بخوام بگم که چرا اون انسان داخل سلول گذشته وقتی زندانی بود مهربان بود، همینطوری که شما گفتین بود که بود، چطور تبدیل شده به یک دیو وحشتناکی که از ضحاک رو یادآوری میکنه، خون جوانان ما از به قول معروف از پنجه هاش میشه که به آدم فکر میکنه صبح به صبح بلند میشه یه لیوان خون میخوره. به نظر من علت اصلی ایدئولوژیه. ایدئولوژی آقای خامنه‌ای ایدئولوژی بنیادگرای اسلامیه، از سید قطب و
اون بنیانگذاران افراطگرای اسلامی مویه گرفته. میدونید که کتاب معروف قطب و سید قطب از رهبران از نظریه پرداز اصلی افراطیون مسلمان رو آقای خامنه‌ای قبل از زندان ترجمه کرده. بنابراین خب این نشون میده که الغش به کدوم سمت بوده. بعد هم فضا زد و از بعد بیاری ملت ایران انقلاب شومی شد، ایشون شد رهبر دوم، حالا به کلک و هر داستان. و یه پروژه به نظر من برای خودش تعریف کرده بوده و اون پروژه اینه که ایران رو بکنه پایگاه و دنیا رو مسلمون بکنه. و خب 40 سال گذشته که 20 سالش و 30 سالش ایشون رهبر بوده، این پروژه در تمام ابعاد شکست خورده، از نظر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی. الان شما ببینید حتی در تاسو عاشورا هم این آقای که سینه زنی میکنن و هنگ با هنگای هایده و گوگوش و اینا سینه زنی میکنن. یعنی این نظام بعد 40 سال ارزه این رو نداشته که یک ملودی جدید، یک آهنگ جدید برای عزاداری درست کنه، چه برسه در زمینهای مختلف. و چون مرتب به بنبست میخوره، تنها راهی که بلده دست ببنده، تعطیل کنه، بکشه و فضا آماده باشه برای عده‌ای که مملکت رو در اشغال دارن و بخورن و بچاپن و سرمایه‌های ملی ایران رو خارج کنن. در همین گریه آخر خامنه‌ای نشون میداد که چطوری منزوی شده و خودش این انزوا رو لابد در ذهن خودش میذاره به حساب جامعه که دستور میده مهد کودک‌ها رو هم تحت تأثیر قرار بگیرن، چون هر جا میره میبینی جامعه جواب منفی میگیره، البته غیر از یه اقلیتی که مأمور و معذور و یا به هر حال شاید هم معتقدن، ولی اکثریت مطلق جامعه ایران به پروژه ایشون و پروژه گروه ایشون جواب نگفته، چندین بار جواب نگفته. آخرین بارش تظاهرات خیابانی بود که نوید رو در اون دستگیر کردن. و حالا این آدم 40 سال پیش که آدم معمولی بود، آدم معقولی بود، به نظر من دچار یک نوع جنون ایدئولوژیک شده و چون میفهمم که داره میمیره و میفهمه که نمیتونه اون پروژه رو که میخواد پیش ببره، در نتیجه دست به آخر خشونت میزنه. ضمن اینکه استراتژی نظام هم این است که برخلاف رژیم گذشته به هیچ وجه عقب نشینی نکنن، حتی یک قدم. اگر پادشاه فقید ایران اومد گفت من صدای مردم و شما رو شنیدم، اینها اصلا قرار ندارن اینطور کارو کنن، هیچ روزنی رو نمیذارن باز بشه، فقط برای اینکه میترسن اولین روزن که باز شه جامعه منفجر شه و برن اون جایی که به قول معروف عرب نینداخت. بنابراین هم جنبه های روانی داره جنایات آقای خامنه ای و هم جنبه های استراتژیکی نظام داره. اینها اگر این نظام سرنگون بشه که خواهد شد، دیر و زود داره، سیخت و سوز نداره، هیچ جایی ندارن برن غیر از اینکه خودشون رو بکشن یا مردم بریزن و دیکه تیکشون بکنن. بنابراین یک حمله از موزه دفاع از حمله موزه است. خلاصه کنم، علت این امر جنون و ورشکستگی جمهوری اسلامیه. خب حالا من دو تا سوال دیگه باقی دارم که با شما آقای اسدی در میون بذارم. یکی این که برای من توضیح بدید که مراحل شکنجه‌ای که شما قسمتش گفتید و تشابه عجیبی داشت با اون چیزایی که نوید افکاری تو نوار صوتیش فرستاد، خیلی مو به مو شکل هم بود. بفرمایید که مراحل این چیزی که این آقای افکاری فرمودن قبل از اعدامشون یا قبل از مرگشون، قبل از شکنجه، بفهمید چجوریه، مراحل چجوریه، اول چجوری شروع میشه و نهایتا به کجا ختم میشه که مجبور آدم هر چیزی اینا میگه بگن چشم، من مثل هنرپیشه به قول شما بود هنرپیشه میخوان اینا که این سناریو رو پیاده کنن. بفهمید این مراحل چیه؟ سناریو نوشته است، شما رو میارن قدم به قدم به طرف اون سناریو پیش ببرن. اول یعنی هر بازجویی دو تا مرحله، بازجویی خوب بازجویی بد داره. یه نفر میاد میزنت، یه نفر دیگه واسه چای میاره میگه بابا حرفاتو بزن، ما چیزی نیست، مشکلی نیست. این نقشه بازجویی خوب و بازجویی بد رو هر دو بازی میکنن در همه سیستم های شکنجه و در سیستم جمهوری اسلامی که دیگه به اوج خودش رسیده. و در متن این سیستم روش های فیزیکیش عبارت است اینکه اول به کف پا میزنن شلاق و بعد هم طوری که گفتم دستبند میزنن به دست، از دست زندانی را آویزون میکنن، بعد دستبند میزنن به پا، از پا زندانی را آویزون میکنن و در همون حال که شما آویزونی جمع
فیزیکی شلاق میخورید، هم روانی مرتب میرن، هی میان میزننت، بهت فوش میدن، فوشای ناموسی میدن، بهت میگن تو جاسوسی، بهت میگن تو خرابکاری، بهت میگن تو زنت از خانم عذر میخوام فاحشه است، و تو هر نوع توهین و تحقیر شخصی میکنن بهت، و بعد مرتب تو رو سعی میکنن که انقدر شکنجه بدن که تا حدی که از حال نری، و اگه از حال بری دوباره با آخرین امکاناتی که در دسترسشون هست یه کمی بهت استراحت میدن، به هوشت میارن و دوباره تو رو آویزون میکنن تا برسی به جایی که هرچی اونا میخوان شما یا تو زندانی بنویسی. مثلا یه نمونه از بازجویی خودم بگم، هرچند امشب شب نوید عزیزه، ولی فضای بازجویی رو که به اعتراف نویدم مربوط میشه نشون میده. از همون اوایل بازجویی این آقای ناصر سرمدی پارسا به اسم برادر امین به من میگفت جاسوس انگلیس هستی. چرا؟ برای اینکه من یک سفر با تیم مطبوعاتی در سال 56 رفته بودیم انگلیس، آقای دکتر جواد مجابی هم با ما بودن و دوستان دیگری هم بودن که هنوز بیشترشون ایران هستن، از سه روزنامه اکیهان، اطلاعات، آیندگان و خبرگزاری پارس، به فارس نبود داشت، تلویزیون. بعد میگفتش با شکن چیزی مأمور عالی رتبه سازمان اینتلیجنس در ایران، هی من میگفتم دلیل به این دلیل حاضر میگفتم نیست، انقدر خلاصه زدن، انقدر طول دادن، آویزون کردن، همه این فشارا که گفتم به من آوردن تا بالاخره دیگه در هم شکستم و گفتم که بله من جاسوس انگلیسم. رفت قلم کاغذ آورد گفتش که بنویس من جاسوس انگلیس هستم. من با این دست راستم که اصلا کار نمیکرد به خاطر دست من قپولی، با این دست چپم که باد کرده بود خودکارو گذاشتم این وسط دستم و مثل بچه‌ها نمیشم این جان فلانی جاسوس انگلیس میباشم، امضا کردم. بعد ورقه ها رو از جای من برداشت، اومد بالا سرم گفت خب تو که جاسوس انگلیس بودی با کی کجا ملاقات میکردی؟ من چی بگم؟ من چون هیچ وقت ملاقات نکردم، بنابراین باید از ذهنم یه چیزی میساختم که دیگه کتک نخورم. محوطه سفارت انگلیس رو در خیابان فردوسی و اطرافش مجسم کردم، بی اختیار گفتم کافه نادری. بعد گفتش که خیلی خوب، تو کافه نادری با کی ملاقات میکردی؟ من دیدم با کی ملاقات کنم که خوب باشه، خوششون بیاد، یعنی خوشش بیاد ارضا بشه دیگه کتک نخورم. گفتم با سفیر انگلیس. کاغذ ها رو پاره کرد کوبید تو سر من گفت احمق، ببخشید احمق نمیگفت، پوفیوس تو جاسوس نیستی، جاسوس وسط روز تو کافه نادری با سفیر انگلیس ملاقات میکنه. گفتم خب من که به شما میگم جاسوس نیستم، ولی شما به من میگی جاسوسی، خب بالاخره باید یه چیزی بسازم دیگه که نشون بدم که من جاسوس هستم. به همین و بعدا در دادگاه یکی از اتهامات من جاسوسی برای انگلیس بود و هیچ وقت هم نمیگفتن کدوم جاسوس، چون جاسوسی وجود نداشت. در مورد نوید عزیز و زندانی دیگه که گرفتن، همونطور که اول برنامه گفتم سناریو اینه که اینا اخلالگرن، دستور بیگانگان گرفتن، آدم کشتن و در تقریب دست داشتن و اینا رو میخوان اعدام کنن، برای اینکه اعتراف کنن انقدر زیر شکنجه میبرنشون تا بالاخره با سیستم این حرفا رو بزنی ولد میکنی، مجازات رو تخفیف میدیم از این ور، یعنی عسل یا هویج، و از اون ور با چماق، که اینجور که نوید شهر میده. ما رو اون مرحله دیگه داشتی که در دوران ما نبوده، شنیدم من در ولی در بوده من نبوده، که دست جمعی میریزن و کتکش میزنن و فوشای لاتی میدن و فوشای ناموسی میدن و شما مجسم کنید یک جوان ورزشکار اهل یک روستای نزدیک شیراز با این عکسایی که ازش میبینیم، با شغل گچکاری، با این شرافتی که در چهرش هست، بهش بگن که مثلا مادرت فلانه یا پدرت فلانه یا بستگانت اینجوریان یا چندان تو با کی ارتباطی چی داشتی، خب معلومه نابود میشه، این همه چیزش از دست میده و بالاخره به جایی میرسه که میگه بله من کشتم، اونجا رو که شما میگید من کشتم. بعد شما رو میارن جلوی دوربین میگن که اعتراف کن، جلوی دوربین تلویزیونی که البته الان یه خورده سیستمش فرق کرده، اونجا شما اعتراف میکنی، بعد میگن که خیلی خوب حالا بریم سراغ بعدی، مرحله بعدی سناریو رو از شما میخوان. وقتی که همه مراحل رو زیر شکنجه گرفتن میشه پرونده،
بعد دیگه شما رو ولت میکنن. به غیر از نوید البته مورد استثنایی داره که حالی خود داستان جهانی شده. بعد با همون پرونده که زیر اعتراف گرفته شده شما رو میبرن دادگاه و همون قاضیه که در واقع یه بازجوه که اونجا نشسته بر اساس همون اعترافاتی که زیر شکنجه گرفته شده برای شما حکم میبره، از جمله حکم اعدام. این مسیری که برای نوید افکاری هم رفته و برای سی زندانی زیر حکم دیگه هم رفته. اصلا این جزء سیستم و روش جمهوری اسلامی، سناریو بنویس بر اساس اون سناریو، کسی رو که هیچ گناهی نداره ازش اعتراف بگیر، بعدم یا اعدامش کن یا زندانهای طویل رو مدد بشه بده. عالی، توضیحاتون فوق‌العاده بود، عالی بود، از تو ممنون هستم. آقای هوشنگ اسدی، بذارید که ما بریم چند تا پیام بازرگانی ببینیم، شما چایتون رو بخورید با خیال راحت و برمیگردیم ازتون بپرسم. شما در پاریس هستید، در متن خبرهای جهان، در پایتخت خبرهای جهان، مطبوعات جهان، ببینیم که عکس عمل مطبوعات اروپایی در کل قضیه در این 24 ساعت یا 32 ساعتی از اعدام یا درگذشت نوید افکاری زیر شکنجه میگذره، مطبوعات اروپایی چه واکنش از خودشون نشون داره یا مقامات آمریکایی. برمیگردیم، در خدمت شما هستیم. یک وکیل یک ایالت. دکتر منا دلدار، وکیل تصادفات با سابقه دریافت میلیون ها دلار خسارت از شرکت های بیمه در 15 سال گذشته. حضور وکلا و کادر ورزیده دفتر دکتر منا دلدار به دنبال تصادف در بیمارستان، منزل و یا محل کار شما. همکاری با پزشکان حاذق و کارشناسان امور تصادفات. تا حق قانونی شما گرفته نشود وشی پرداخت نخواهید کرد. بعد از تصادف فقط جزئیات آن را با ما در میان بگذارید. 844-688-9740. کافه قنادی بیژن. بیژن حرف آخر در ارائه بهترین شیرینهای ایرانی و اروپایی، بستنی و پالوده، زیباترین و خوشمزه‌ترین کیک های عروسی و تولد، انواع ساندویچ های گرم و سرد ایرانی. بیژن در محوطه هتل فرمانت سن حوزه در شماره 170 جنوب خیابان مارکت. تلفن کد 408-971-8000. شیرین های بیژن همتا ندارد. اگر به دنبال غذایی ساده، خوشمزه، آسان و خانگی هستید، کتلت صدف را انتخاب کنید. کتلت صدف با طعم و مزه عالی، چه سرد و چه گرم، با ظاهری ترد و در داخل نرم و خوشمزه. از امروز شما هم کتلت گوشت و مرغ صدف را نوش جان کنید. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. تا اینجا قضیه دیدیم که آقای هوشنگ اسدی، کسی که فردی که در واقع فقط در دو تا مورد خاص تقریبا ده سال تو زندان بوده و البته یکی دو موردیش هم ماهاش کم بوده حساب نمی کنیم، از تجربیات خودشون در زندان، مثلا در زندان رژیم جمهوری اسلامی تعریف میکنن که چجوری به اصطلاح زندانی ها رو وادار میکنن به اعترافات نادرست، یعنی در واقع اعترافات قلابی، که آقای هوشنگ اسدی میگه آقا بهش میگن که باید بگی تو جاسوسی، میگه من جاسوسم، بعد میگه خب حالا بگو که کجا هم دیگه دیدی، چی رو دیدی، میگه سفیر انگلیس رو در کافه نادری، میگن آقا این که نمیشه جاسوسی، که جاسوس که نمیره تو کافه نادری با سفیر انگلیس بشینه چیز بگو، یه چیز دیگه واسه بگی، یه جور دیگه واسه بگی، درستش بگو، یعنی این مجبورش میکنن که به هر حال داستان سازی کنه. خب این از این قضیه به اصطلاح شکنجه و داستان و سناریو ساختن جمهوری اسلامی. حالا چون آقای هوشنگ اسدی در قلب فرانسه و در قلب اروپا و در قلب وسایل ارتباط جمعی اروپا هستن، میخواستم به طور کلی بفرمایید که عکس العمل اروپایی‌ها و مطبوعات آمریکا اروپا و اتحادیه اروپا و مقامات فرانسوی چی بوده تا الان، یه دورنمایی از این مسائل به ما بدید. عکس العمل نهادهای مدنی اروپا
میشه گفت خیلی خوب بوده، یعنی بعد از جنبش سبز این اولین باره که نهادهای مدنی اروپا و رسانه های اروپا با کنش اروپا، منظورم از اروپا فرانسه است، چون من بقیه اروپا رو خبر ندارم، فرانسه رو تونجه که میدونم، نهادهای مدنی و رسانه های فرانسه، حتی رسانه های مهم فرانسه با کنش بسیار خوبی نشون دادن و این عمل رو محکوم کردن و فقط متاسفانه مقامات فرانسه به اسم خودشون خیلی خیلی کوتاهی کردن، همینطور مقامات اروپایی برخلاف آقای ترامپ که خیلی شجاعانه به میدان آمد و خواستار شد که این جوان رو اعدام نکنن، تقریبا هیچ کدوم از مقامات درجه یک که اروپایی به میدان نیومدن، اونها همچنان با صحبتهایی که با ما میکنم به عنوان روزنامه نویس یا گاه دیدارهایی که دست میده در جلسات کنفرانس و اینا، همچنان معتقدن که جناح معتدلی در جمهوری اسلامی وجود داره و که این جناح معتدل باید بهش کمک کرد که بیاد به قدرت برسه، و هرچند اندکی این یخ شکسته شده ولی متاسفانه این فکر در ذهنشون بیرون جا افتاده، نهادینه شده و بنابراین خیلی خیلی با احتیاط با جمهوری اسلامی برخورد میکنن. در اینطور موارد که میشه بسیار نهادهای مدنی یا رسانه ها میان جلو و مقامات معمولا خودشونو درگیر نمیکنن. اما غم انگیزتر از این، دوستان روزنامه، برخی از روزنامه نگاران ایرانی هستن که در مطبوعات خارجی و مطبوعات بزرگ اروپا و فرانسه مخصوصا کار میکنن. حالا شاید یه زمانی لازم باشه اسم اینا رو هم ببریم، و اینها درست مثل جمهوری اسلامی مطلب بنویسن و درست فضا رو جوری میکنن که گویا چیز قاتل بوده نوید و جمهوری اسلامی درست عمل کرده، و بدتر از اینها که البته تعدادشون خوشبختانه کمه، اون دسته از ایرانیانی هستن که هموند نظام هستند و در رسانه ها یا از روی موضوع در حد خبر متوقف کردند و هیچ چیزی راجع به این مسئله نگفتند. در روزنامه نویسایی که با هزار قیروفر میان پشت رسانه های بزرگ و بهترین موقعیت رو دارن که راجع به افشاگری کنن، عملا برخورد خیلی خیلی جدی نکردن به غیر از یک رسانه، و در نتیجه نوع دومشه، و نوع سومش کسانی هستن که لباس شناسنامه ایرانی دارن، اسم ایرانی دارن، ولی از این جنایت پشتیبانی میکنن و میگن که این نوید قاتل بوده و حکومت جمهوری اسلامی رو نباید محکوم کرد و حق با اون بوده. بنابراین حادثه‌ای که اتفاق افتاد به طور ناگهانی با اتکا به شبکه‌های جهانی ترند جهانی شد مال نوید عزیز، ولی متاسفانه اروپایی‌ها برخلاف آمریکا بسیار بسیار محافظه‌کارانه برخورد کردند با این جنایت حکومت جمهوری اسلامی. واقع حالا گفتید اروپا، بلکه آلمان من دیدم که ریاکشن یا واکنش خیلی خیلی بزرگی از خودش نشون، قرار بود امروز آقای ظریف سفری به آلمان داشته باشه و در آلمان با وزیر امور خارجه این کشور ملاقات کنه، اما آلمانا این سفر رو کنسل کردن و هم زدن و گفتن که به هر حال به یه موقع دیگه گذاشتم، در اعتراض به قتل در واقع نوید افکاری. یا در آمریکا که شما تعریف میکنید درست میگید، در آمریکا الان من دیدم که آقای بایدن، حتی جو بایدن شدیداً حمله کرد و شدیداً به ترامپ هم حمله کرد، گفت تو باعث شدی که در واقع این فرصت به جمهوری اسلامی بده که این هم از خودش دریدگی نشون بده، و به هر حال در اگر مونده بودی در برجام میشد خیلی چیزها رو کنترل کرد، از جمله مسائل حقوق بشر میشد جلوتر و بهتر برد جلو، و قول داده که اگر رئیس جمهور بشه در واقع جلوی مسائل حقوق بشری جمهوری اسلامی که به طور فاحش نقضش میکنه بیسته. خلاصه من نگاه میکنم اینا کشور یا مثلا مردمی که قهرمانای ورزشکارای جهان مثلا اروپا یا به اصطلاح
هنرپیشه ها، شخصیت های مهم، فدراسیون های جهانی مثل کمیته ملی المپیک، کمیته بین المللی المپیک، یا نمیدونم فدراسیون کشتی جهانی، اینا همه اعتراض کردن به جمهوری اسلامی. یعنی اعتراض جهانی. حالا گرچه به قول شما شاید مقامات اروپای غربی زیاد، مثلا انگلیس ها و فرانسه ها زیاد خودشون درگیر نکردن این مسئله، بلکه مردم، توده های مردم حسابی بلند شدن. درست میگم آقای هوشنگ اسدی؟ درست. شما میبینید مثلا هست شخصیت افسانه‌ای مثل الکساندر مدوید میاد چیز میکنه، محکوم میکنه. خب شخصیت های هنری اجتماعی مهمی در اروپا اینو چیز میکنه. منظور من سیاستمداران بود که بسیار بسیار، مخصوصا که الان انتخابات آمریکا و این حرفا مطرحه، مثلا اروپایی ها همیشه محافظه کارن در مورد ایران. یعنی در 18 سالی که من دیدم و بارها و بارها در جلسات سخنرانی مصاحبه‌ای که با من شده در حضور خیلی از مقامات فرانسوی و آلمانی و غیره، گفتم که من به عنوان روزنامه‌نویس، کسی که زندانی بودم و با آقای خامنه‌ای نزدیک زویش آشنا دارم، نه فقط تو زندان، بیرون از بعد از تو قبل از جمهور شده جمهورم یک سال ایشون رو می‌دیدم. ایشون در جمهوری اسلامی دو تا خط وجود نداره، اینا یک دو تا بال پرواز یک نظامن که از این استفاده میکنن. آقای ظریف فقط فرقش با طائب اینه که انگلیسی بلده و لبخند میزنه و خوب حرف میزنه و بلده دیپلماسی کنه پیش ببره. طائب نه، مستقیم شمشیر کشیده و این دو تا روحیه رو هر دو خامنه‌ای رو داره، که در واقع خود ما به اینا میگیم سیستم آخوندی، یعنی که مکر و ریا و با هر روشی که شده انجام بدن برای که حکومت خودشون رو حفظ بکنن. متاسفانه مقامات فرانسوی مخصوصا که من دقیق دنبال میکنم عکس العمل به جایی نشون ندادن، ولی شخصیت های ادبی، هنری، سیاسی دنیا نشون دادن. ولی و یک نکته دیگه جالب که ستار جان اینه، ورزشکارای ایرانی هم عکس العمل نشون ندادن. حالا آقای هوشنگ اسدی، در کل در کشتی و در سنت های جوانمردی چیزه، باز هم هنرپیش سینماگرا خدا را خدا چی میگن خیرشون بده، به قول چیز خانم رخشان برای اعتماد امروز پیام بسیار بسیار خوبی داده و هنرمندان 300 تا بازیگرای سینما و غیره به این بهانه به سانسور اعتراض کردن، از فضا استفاده کردن. اما این پهلوانهای قلابی که مدالاشون رو میگیرن میدن به جنایتکاری مثل خامنه ای و میخوان جا پای جان پهلوان تختی و جان پهلوان نوید بذارن، اینا مایه شرمندگی واقعا ملت ایران و من و حتما شما که یه زمانی هم ورزش میکردیم هستن. این یه خیلی خیلی غم انگیزه که رفیق تو بکشن، پهلوانی رو بکشن و تو خفه خون بگیری و گوشه خونت بشینی. حالا آقای هوشنگ اسدی، به نظرت حالا به عنوان آخرین مطلبی که میتونیم تو برنامه امروز ما مطرح کنیم اینه که اعدام یا کشته شدن نوید افکاری زیر شکنجه به هر شکل، در آینده چه اثری در سیاست‌های جمهوری، سیاست‌های بگیر و ببند و بکش بالا و اعدام بکنه زیر شکنجه بکنه، چه تغییراتی ممکنه به وجود بیاره؟ ممکنه یه ترمزی گرفته بشه؟ ممکنه از این مسئله دست بگیرن یا نه این بکش بکش ها ادامه پیدا خواهد داشت؟ نظر من تا زمانی که آقای خامنه‌ای زنده است هیچ ترمزی انجام نخواهد شد، روز به روز در خشونت افسوده خواهد شد. همین امروز اعلام کردن که گروه های بسیج درست کردن محلات رو کنترل کنن. اینها از تجربه زمان گذشته میترسن، میخوان کوچکترین روزنی رو راهش رو ببندن، کوچک کمترین صدایی رو خفه کنن، و چون میترسن 40 ساله میترسن، میدونن مردم قبولشون ندارن، میدونن مادران سر نماز نفرینشون میکنن، میدونن که پدرها چه حسی نسبت بهشون دارن، دستگاه اطلاعاتیشون بیکار که نیست، تمام این چیزها منتقل میشه. اون تا تصمیم گرفتن به قیمت خون و جنون حکومت رو حفظ کنن، ولی همیشه این مسیرها در تاریخ به ضد خودش تبدیل میشه. وقتی که یک جامعه‌ای در حال انفجاره، چه بکشی منفجر میشه، چه آزاد بذاری منفجر میشه. من تو اگر عقل داشته باشی از راه دموکراتیک بری کم هزینه تر خواهد بود.
خیلی خوب، یک دنیا ممنون از جناب آقای هوشنگ اسدی در پاریس که تا این وقت شب با ما بودن. ممنون عطیاتون آقای هوشنگ اسدی. هفته آینده باز توضیح بدید که بعد از اینکه آقای خامنه ای از سلول شما جدا شدن و انقلاب شد، اولا باز یکی از دوستان همکلاسی من شما نوشتن که توضیح بدید که آقای خامنه ای برای چی گرفته بودندش که با شما هم سلول بودن، که ما این هفته آینده از شما میپرسیم. دو اینکه توضیح بدید که در جریان به اصطلاح ریاست جمهوری خامنه ای که شما روزنامه‌نگار بودید، آزادم بودید، ارتباطتون با آقای خامنه ای چی بود؟ و بعد از اینکه گرفتندتون آیا خامنه ای تونست کمکی بهتون بکنه که از زندان در بیاید؟ بعدتر شکنجتون میدادن؟ این سوالی که من هفته آینده روز چهارشنبه از شما میکنم. قرارمون اینه که ما گفتگو با شما رو روز چهارشنبه داشته باشیم. امروز استثنائاً به دلیل مسئله نوید افکاری شما رو روز دوشنبه آوردیم. چهارشنبه دیگه، نه این چهارشنبه که میاد، نه پس فردا، چهارشنبه دیگه ما با شما در مورد دنباله خاطراتتون صحبت کنیم. شبتون بخیر. خیلی ممنون آقای هوشنگ اسدی نازنین. مرسی. از شما خوب باشین، به امید دیدار تازه. و سپاسگزارم از شما که تا این دقیقه با من بودید و سپاسگزارم از دو کارگردان فنی بسیار بسیار خوب تلویزیون شبکه تلویزیون پارس، جناب آقای مهندس سپهر عزیز و جناب آقای اسی حکیمزاده، که هر دو با من بودن امروز و من با اونها بودم. ممنون هستم. و آخرین سپاس که سپاس ویژه است و درود بی پایانه بر ایزد یکتا که به ما جان داد تا فدا ایران کنیم. شب روزتون خوش.